خیرتون ده دوستان عزیز. بینید دولت هند دولتی هندو، یعنی رخص وزیرش هندو هست، اغلب کابینه اش عموما هندو هست، سیکه بعضشان، ارتشش هم بیشترش هندو و سیکه، مسلمان کم تو ارتششان، پلیسش هم اینجوری. روز عاشورا میآیند. میدانید شما نخست وزیر هند جواهر لال نهرو اولین نخست وزیر هند بود، همیشه در عزاداری سید الشهدا علیه السلام در شهر ظاهرا مال اله آباد بود، اله آباد هند شرکت میکرد. یک بار در اندونزی بود، در یک کنفرانسی بود و اون کنفرانس رو ول کرد، گفت امروز در شهر من اونجا عزاداری امام حسین علیه السلام، من جواب نامش موجوده بر اون زمان به اون عالم شیعه که در اون شهر هر سال اون عزاداری را برگزار میکرد، نامه نوشت که من جواب امام حسین علیه السلام را چه بدهم اگر من در عزاداری شرکت کنم. آمد در عزاداری شرکت کرد و دولت هند هر سال در ماه محرم بله امنیت عزادارا را تامین میکنه، بله پلیسش میاد خدمت میکنه، مردم خود هندو میان خدمت میکنن. هیچ بار شما نشنیدید، یا در حتی دولت پاکستان که در دولت پاکستان وهابیت خیلی زیاده و دولت پاکستان در اونجا عمری های متعصب در داخل ارتش و پلیس و اینا خیلی زیاده، با این هم روز عاشورا نهایت سعی میکنن که امنیت را برگزار بکنن که اینجا کسی به شیعیان متعرض نشه و عزاداری و سلامتی بگذره و خوب زنجیر میزنن شیعیان پاکستان هندوستان، خوب بله قمه میزنن، روی آتش راه میرن و نهایت عزاداری را میکنن و در خیلی از مجالس اونها لعنت میکنن بر خلفا. شما یک بار ما نشدیم که پلیس هندی بیاد به عزاداران امام حسین علیه السلام را تیرباران بکنه، یک بار نشده. دولت ایران که هر سال تیرباران میکنه، زندانی میکنه، شلاق میزدن عزاداران امام حسین علیه السلام را به خاطر اینکه اینا قمه زدن، قمه زدن. خب این همه علما مراجع همه یک مقلد آقای خامنه‌ای که نیستند، خامنه‌ای اصلا یک مفعوله، این ملعونه معبون، این چی، این سگ کجا هست که کسی تقلید از این بکنه؟ حالا فرض کنیم مجتهد هم باشه، مرجع هم باشه، که نیست، یک مفعول درجه یک این ملعون. حالا فرضم بکنیم حالا که همه یک مقلدی بود که نیست، علمای بزرگ اجازه داده اند یک کسی در خانه‌اش یواشکی یا در حسینیه در اونجا که اونجا بدنامی مذهب، اولا که عزاداری امام حسین علیه السلام بدنامی مذهب نیست. خب شما چون وهابی هستید میگید وهابی عزاداری، بله قمزنی این بدنامی مذهب. خود این رهبرشان یک مردک که جوانیش در فاحشگی گذشته، مفعول محض، این را آورید رهبر ساخت، این بدنامی مذهب نیست. یک شبه از حجت الاسلام آیت الله العظمی شد، این بدنامی مذهب نیست. جوانان مردم را زندانی میکنید، تازیانه میزنید، شلاق میزنید، صدها را گروه گروه اعدام میکنید به نام دین و مذهب، این بدنامی مذهب نیست. اون زمانی که اصلا داعش نبود، داعش رو شما، این داعش را مبتکر شدید، هم داعش و امثال داعش امام اونها، رهبر اونها، مبتکر این پدر سوختگی ها همگیش جمهوری اسلامیه، این بدنامی مذهب نیست. اون کاری را که شیعیان همواره انجام دادن در عزای مظلوم کربلا، سالار مظلومان، سینه زده اند، از سر و صورت خون جاری کردند که همه مردم دنیا هم دیدن، تازه مشتاق امام حسین علیه السلام شدن، بله دلداده امام حسین علیه السلام هم شده اند. اون را میگیر از اون بدنامی مذهبه. حالا تسلمنا، اون کسی که در خانه خودش در یک پس کوچه اصفهان یا قوم اونجا میبنده در را اونجا قمه میزنه، اونا چرا شما زندان میکنید؟ حرام زاده یا ولد الزنا، اولاد الزنا اگر نیستید، اگر یزیدی نیستی آقای خامنه ای، تو اگر مفعول نیستی چرا اونها را زندانی بوده؟ اون که اولا مقلد تو نیست، تو که اصلا مفعولی، حالا سلمنا که مجتهدی، ثانیا این که او که این امر که علنا هم انجام بشه قمه زنی بدنامی مذهب نیست، حالا سلمنا که علنیش بدنامی مذهب باشه، اون که در خانه خود پنهانی انجام میده، او را چرا تو زندانی میکنه؟ خب معلومه دوستان عزیز که این حزب یزیدیه، خامنه‌ای خودش یزیده، دشمن امام عصر علیه السلام، دشمن امام زمان علیه السلام، اینها دشمن امام زمان علیه السلام هستند. من عرض کردم یکی از ثقات برای من نقل کرد که اون کسی که امام زمان علیه السلام را ملاقات کرده بود، ایشان یکی از علما بودند و ایشان هم از امس اون کسی که برام نقل کرد او هم صاحب کرامات، و اون کسی که امام زمان علیه السلام را دیده بود او هم صاحب کرامات.
امام عصر علیه السلام خودش به او گفته بود که این شاه فاسق بود اما ما را دوست داشت. زمان آقای خمینی بود اون زمان، اما اینها ما را دشمن می‌دارند. اینها دشمن امام زمان علیه السلام هستند، دشمن امام عصر علیه السلام هستند. اینها این جماعت، اینها اینطوری نیست که اینها شیعیان بدسلیقه باشه بعضی وقتا اشتباه میکنن. نه خامنه‌ای اصلا دشمن امام زمان علیه السلام، عدو امام عصر علیه السلام. این انقلابی ها اینها همه شد، اینها فاسقن فاجرن اتباع کافرن. سلام علیکم، بفرمایید.